قصه فریاد رسیدن رسول علیه السلام کاروان عرب را کی از تشنگی و بیابی درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده شتران و خلق زبان برون انداخته. اندر آن وادی گروهی از عرب خوش شد از قحط بارانشان غرب. در میان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخوانده. ناگهانی آن مغیث هر دو کون مصطفی پیدا شد از ره بهر آن. دید آنجا کاروانی بس بزرگ بر تف ریگ و ره صعب و سترگ. اشترانشان را زبان آویخته خلق اندر ریگ هر سو ریخته. رحمش آمد گفت هین زودتر روید چند یاری سوی آن کسبان دوید. گر سیاهی بر شتر مشک آورد سوی میر خود به زودی می برد. آن شتر بام سیاه را با شتر سوی من آورید با فرمان مر. سوی کسبان آمدند آن طالبان بعد یک ساعت بدیدند آنچنان. بنده ای می شد سیاه با اشتری راویه پر آب چون هدیه بری. پس بدو گفتند می خواند تو را این طرف فخر البشر خیر الورا. گفت من نشناسم او را کیست او. گفت او آن ماه را ما آن ماه روی قند خو. گفت من نشناسم او را کیست او. گفت او آن ماه روی قند خو. نوها تعریف کردندش که هست. گفت مانا او مگر آن شاعر است که گروهی را زبون کرد او به سحر. من نیابیم جانب او نیم شبر. کشکشانش آوریدند آن طرف او فغان برداشت در تشنیع و تف. چون کشیدندش به پیش آن عزیز گفت نوشید آب و بردارید نیز. جمله را زان مشک او سیراب کرد اشتران و هر کسی زان آب خرد. راویه پر کرد و مشک از مشک او ابر گردون خیره ماند از رشک او. این کسی دیده است که از یک راویه سرد گردد سوز چندان حاویه. این کسی دیده است که از یک مشک آب گشت چندین مشک پر بی استراب. مشک خود روپوش بود و موج فضل می رسید از امر او از بحر اصل. آب از جوشش همی گردد هوا وان هوا گردد ز سردی آبها. بلکه بی علت و بیرون زین حکم آب رویانی تکوین از عدم. تو ز طفلی چون سببها دیده ای در سبب از جهل برچفسیده ای. با سببها از مسبب غافلی سوی این روپوشها زان مایلی. چون سببها رفت بر سر میزنی ربنا و ربناها می کنی. رب می گوید برو سوی سبب چون ز صنعم یاد کردی ای عجب. گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دمدمه. گویدش رد و لعابدو کار توست ای تو اندر توبه و می ساخ سوست. لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم. ننگرم عهد بدت بد هم عطا از کرم این دم چو میخوانی مرا. قافله حیران شدن در کار او
یا محمد چیست این ای بحر خو؟ کرده ای روپوش مشک خرد را، غرقه کردی هم عرب هم کرد را.